سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 837 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید پس معنای تحت لفظی بیت این است که از هر جا یا از هر فرمی که شما با ذهنتون میتونید ببینید و از آن بوی خدا میاد اون مکان رو اون موجود رو خوب ببین که در زندگی کردن سر و پا نداره سر یعنی در مورد ما انسان ها سر من ذهنی دو تا سر هست یکی سر خدا یا زندگی که با قضا و کنفکان همه چیز رو اداره میکنه با عقل کل هم همه چیزو که در این جهان هست اداره میکنه و یکی هم یه سری دیگه وجود داره سر انسان هست وقتی که با اقلام ذهنیش همانیده است پا هم در واقع فکرش عملش هر اقدامی که میکنه پس گرچه که این قانون کلی هست یعنی هر چیزی در این جهان که بوی خدا رو بده و بوی خدا در واقع یعنی ارتعاش زندگی ارتعاش زندگی یعنی عشق یا برکت یا هر انرژی که از اون چیز پخش میشه ولی تاکید مولانا روی انسان هست ما میخواهیم انسان رو بشناسیم پس انسان از این قانون عدول میکنه برای اینکه در سرش سر داره یعنی عقل داره که عقل من ذهنیش هست و خودش برای خودش تصمیم میگیره انتخاب میکنه عمل میکنه بر اساس من ذهنیش پس میبینید که مولانا باز هم مسئله انسان رو که در یک عقل جزی عقل من در آورده گیر کرده مطرح میکنه و منظور انسان را از آمدن به این جهان میخواد قید بکنه انسان به این جهان آمده همینطور که این ها الان بعدا نشون میدن یعنی اینجا اول هوشیاری بی فرم بوده امتداد خدا بوده و هوشیاری بی فرم که شکل نداره این چهار خاصیت عقل، هستمنیت و هدایت و قدرت رو از خود زندگی میگیره. ولی همین که وارد این جهان میشه با این اقلام ذهنی یعنی ما با فکرمون که استعداد ماست فکر کردن استعداد انسان فوراً شروع میکنه به فکر کردن یعنی محصول پنجتا حسش رو وارد ذهنش میکنه و تجسم میکنه که چی به اصطلاح در جهان میبینه یا میشنوه و یه مدلی در ذهنش میسازه و اصطلاح هم میگین فکر کردن یکی از اونها تجسم چیزهای بیرونی هست که پدر و مادر ما میگن برای ما مهمه یعنی برای بقای ما مهمه و انسان در فکرش در حالی که از همین جنس هوشیاری یا امتداد خداست قادر است که یه چیزی رو در ذهنش تجسم کنه مثل مثلا پدرش مادرش که به صورت نقش تجسم میکنه تصویر تجسم میکنه و اونا براش مهم هستن بنابراین به اونها حس وجود میبخشه و همین که حس وجود میبخشه اونا موجود میشن اونا میشن عینک دیدش یا مرکزش میشن بنابراین مرکز جدید پیدا میکنه قبلا ادم بود ادم یعنی خلا هیچ زندگی خدا هرچی که اسمشو میذارین الان یه جسم میشه مثلا ما یاد میگیریم که پول مهمه با پول همه چی میشه خرید باش همانیده میشیم اغلب مردم جهان با پول همانیده هستند بعد یواش یواش با همه اعضای خانواده و نقشه هامون مثل پدر مادر معلم یا حرفه همانیده میشیم یعنی به اونها سوویت میدیم اونا میشن مرکز ما بر حسب اونا میبینیم و هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره این چهار تا خاصیت رو که میگیم عقل حس امنیت هدایت از اونا میگیریم میبینید که قبلا از عدم میگرفتیم الان از اجسام میگیریم بنابراین از گذشتن از این فکرهای همانیده هم یه تصویر ذهنی درست میکنیم که اسمش ذهنی هست هم بر حسب اونا میبینیم سر یا عقل اونها رو پیدا میکنیم و یواش این خاصیت که چیزها رو به جای عدم مرکزمون بذاریم درد ایجاد میکنه و یکی از اقلامی که داخل دایره نوشته شده درد درد از همانیدگی در این جهان با چیزها به وجود میاد بنابراین دردهایی مثل ترس خشم نگرانی استراب حس خبت و احساس گناه و حسادت و و حس کمیابی و و حالت های جدایی به این جهان و سیر نشدن و اینها حالا درد هستن و با اینها ما با همانیده میشیم یعنی اینا رو هم میذاریم مرکزمون بنابراین ما با درد همانیده هستیم پس وقتی مولانا به سر و پا اشاره میکنه سر و پای خدا نیست سر و پای زندگی نیست منظورش این است که وقتی وقت که وارد این جهان شدیم ما هم سر پیدا کردیم هم پا میگه که توجه کن اگر سر و پا داشته باشی بوی خدا نخواهی داد بوی خدا همون دم ایزدی است گاهی اوقات این شعر رو میکنیم میگیم که دم او جان دهدد روز نفخت و به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل یعنی دم ایزدی که بوی خدا میده این لحظه میخواد از انسان ها متساعد بشه ولی چون ما سر و پا داریم عقل خودمون داریم نمیذاریم تا زمانی که عقل خودمون داریم و پای خودمون داریم و همه الان خواهیم دید که خاصیت همانیدن با چیزها به ما دوتا خاصیت اضافه میکنه که قبلا نداشتیم مقاومت و قضاوت هر کسی مقاومت و قضاوت میکنه و باج همانیده هست بوی خدا نمیتونه بده به هر حال میخواد بگه که هر جا یا هر کسی الان بگین دیگه فهمیدیم جا کجاست بالاخص کجا یعنی فرم انسان این فرم انسان که میشه چهار بُعدشه بدنشه فکرشه و هیجاناتشه و جان جسمیشه اینا چهار بودشه. این چهار فرم میشه این فرم اگر ما سر و پا داشته باشیم بوی خدا نمیتونه بده بلکه بوی بدی هم میده و اون بوی سرپای خودمونه بوی درد که شما در این شکل میبینید اگه کسی درد داشته باشه مثلا حسادت داشته باشه نگران باشه ترس داشته باشه خشم داشته باشه بوی خدا نمیتونه بده بس وقت الان فهمیدیم میگه هر کجا یعنی هر فرم انسانی که در این لحظه از بین میره تشکیل میشه حادث میشه چهار بود ما این لحظه درست میشه از نو خراب میشه درست میشه و این به وسیله عقل من ذهنی ما اگر اداره بشه و مقدار زیادی هم درد ایجاد کرده باشیم بوی خدا نمیتونه بده ولی منتها اینطوری مطرح میگه میگه هر فرمی که فرم انسانی حالا بگیریم باشه بوی خدا میده خوب دقت کن که سر و پا نداره بدون سر پای خودش را میره یعنی مرکز عدم و فضا در درونش ایجاد شده همین بیت هدایت میکنه ما رو به اینکه اومدیم به این جهان درسته که همانیده شدیم با این چیزها و منقبض شدیم و یه تصویر ذهنی شدیم و فکر میکنیم این تصویر ذهنی هستیم ما این تصویر ذهنی نیستیم بلکه باید بی سر و پا بشیم برای بی سر و پا شدن باید دوباره عدم رو که از دست دادیم و مرکز عدم میگه ما از جنس خدا هستیم اگر جنس خدا بشیم بوی خدا رو هم میدیم پس کسی میتونه بوی خدا رو بده که مرکزش عدم باشه یا حتی اقل در اون لحظه عدم باشه اما ما میدونیم که اتفاق این لحظه میفته و اتفاق این لحظه رو ذهنمون نشون میده و اگر در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم دوباره مرکزمون عدم میشه یعنی همون عدمی که در اثر همانش ما از دست دادیم دوباره میاد مرکزمون همین که عدم میاد مرکز من و اینو به اصلاح این عدم و به اندازه کافی حفظ کنیم در مرکزمون نذاریم همانی ها بیان به جای اون چون به محض این که مرکز ما عدم بشه در اثر فضاگوشایی خب عدمه ولی این نمیتونه پایدار باشه برای اینکه ما یه مومنتومی به اصلاح داریم مقدار حرکتی داریم که دوباره چیزها رو بیاریم به مرکزمون برای اینکه این مقدار حرکت مقدار حرکت شبیه که داره میره با سرعت مثلا 100 کیلومتر شما با یه نیش ترمز نمیتونی اینو نگه داری باید پاتو بذاری ترمز فشار بدی اینقدر وایستی ترمز فشار بدی که این این هم همینه وقتی مرکز رو یه یه لحظه عدم میکنین درسته که مرکز اون عدم میشه و خدا میتونه به شما کمک کنه و شما هوش دیگه پیدا میکنید ولی این مرکز عدم باید اینقدر اونجا باشه که این من ذهنی از حرکت بیسته و ذهن ما خاموش بشه و ما میدونیم در اثر فضاگشایی در اطراف اتفاق لحظه ذهن ما خاموش میشه در اون لحظه به مرکز ما عدم میشه